درود دوستای خوبم، هنگام هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امروز اومدم با یه آموزش حرفه‌ای. اول از همه لایک و سابسکرایب یادتون نره، بعدش هم که بریم شیرینی رولت خامه‌ای درست کنیم. ولی حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید تا همه نکات مهم رو موقع درست کردن انجام بدید تا یه رولت عالی داشته باشید. با 6 تا تخم مرغ میخوام 2 تا رولت درست کنم. هر 3 تا تخم مرغ برای یه سینی 30 در 40. من 2 تا سینی میخوام درست کنم. سفیده و زردای تخم مرغ جدا بشه. اول سفیده ها رو به حدی که از ظرف نریزه بزنید. وقتی به اندازه استاندارد رسید دیگه زیادی از حد نزنید، چون رولت حالت لاستیکی پیدا میکنه. سفیده رو میذاریم کنار، میریم سراغ زرده ها. بهش نصف قاشق چای خوری وانیل شکری، ۱۸۰ گرم شکر اضافه کنید. اندازه هاتون هم لطفاً دقیق بگیرید که کیفیت کارتون خوب بشه. زرده ها رو در حدی که روشن بشه وقتی که زدید یه بار دورگیری کنید تا رولتی که درست میکنید اصلا بوی زخم تخم مرغ نده. بعد دوباره بزنید تا کاملا روشن بشه و حالت خامه ای پیدا کنه. این مرحله زدن زرده هم خیلی مهمه بچه ها، حتما رعایت کنید. در حدی که چند برابر بشه حجمش، میگم حالت خامه ای پیدا میکنه، کاملا تو ویدیو مشخصه. بعد بهش 2 تا قاشق غذاخوری عسل یا شربت بار، هر کدوم که دم دستتون هست اضافه کنید. دوباره در حد مخلوط شدن همش بزنید. دو تا قاشق سوپ خوری آب جوش اضافه کنید. هر یه قاشق سوپ خوری که میریزید هم بزنید تا کاملا مخلوط بشه. حتی در حال هم زدن هم میتونید آب جوش رو اضافه کنید. اگه قبلا تجربهش رو یعنی ندارید، حتما در حال هم زدن اضافه کنید آب جوش رو که تخم مرغ‌ها حالت پخته پیدا نکنه. حالا سفیده ها رو به زرده ها اضافه کنید. حالت دورانی خیلی آروم در حد یک دست شدن هم بزنید. من سفیده ها رو اضافه کردم، هم زدم یه خورده، بعد دوباره برگردوندم توی ظرف سفیده. چون ظرف بزرگتر نداشتم به خاطر اون از این روش استفاده کردم. یعنی ظرف بزرگتر برای زدن زرده نداشتم، از این روش استفاده کردم. فکر نکنید که این راهش. حالا 180 گرم آرد الک شده دارم. توی 2-3 مرحله باز هم با الک به موادم اضافه می کنم.
با همزن دستی خیلی آروم در حد یک دست شدن. باز هم دارم میگم در حد یک دست شدن. میتونید از لیسک هم استفاده کنید هم بزنید. فقط در حد یک دست شدن موادتون رو هم بزنید. مواد رولتمون حاضره. حالا کف سینی فر رو که گفتم 30x40 اندازش چرب کنید. کاغذ روغنی پهن کنید. من موادم رو 2 قسمت کردم. خیلی آروم یک دست کنید داخل سینی. میره داخل فر 220 درجه که نیم ساعت قبل گرم شده. دمای فر برای پخت رولت باید بالا باشه. بچه ها حتما نیم ساعت قبل فرتون داغ بشه و 10 دقیقه داخل فر بمونه. اگه درجه فرتون طوریه که احساس کردید نپخته 5 دقیقه اضافه تر، ولی کنترل کنید حتما که نسوزه. ولی زمان استانداردش 10 دقیقه است. از فر که درآوردید باید روش رو با یه سینی هم اندازه خودش بپوشونید. یعنی همونطور که داغ هست بعد این کار رو انجام بدید تا نون رولتتون نرم نرم بمونه و خشک نشه. اگه سینی ندارید به هر حال با یه چیزی که روی رولت کامل پوشونده بشه. بعد از حدود 1 ساعت که کاملا خنک شد خیلی آروم از کاغذش جدا کنید. خیلی با دقت انجام بدید که نون رولتتون پاره نشه. توی ویدیو کاملا مشخصه که چقدر بافت نرمی داره. بعدش هم تو همون حالتی که بازش کردید، یعنی از کاغذ جدا کردید، رولش کنید. بذارید نیم ساعت تو همون حالت بمونه. بعد برید خامتون رو آماده کنید. یعنی تا خامتون رو آماده کنید حدود نیم ساعت این وسط زمان هست که نون رولت تو همون حالت بمونه. برای هر یه رول هم که دارید 250 گرم تا 300 گرم خامه قنادی لازمه. خامتون رو یک دست پخش کنید. من فیلینگ توت فرنگی و موز استفاده کردم. میتونید ساده هم بپیچید. این دیگه سلیقه شماست. ولی خب فیلینگ میوه خیلی خوشمزه ترش میکنه. البته معلومه که فیلینگ میوه خوشمزه ترش میکنه. ولی باز هم میگم سلیقه شماست. میتونید راحت ساده بپیچیدش. اصلا هیچ میوه‌ای هم توش استفاده نکنید. موقع پیچیدنش هم اصلا نترسید. یکم سفت بپیچید. بعد دوباره لای همون کاغذی که داره بذارید داخل فریزر. حداقل 1 ساعت داخل فریزر بمونه. بچه ها اگه توی فریزر نمونه برش زدنش خیلی سخت میشه و همینطور باید داخل فریزر بمونه تا جا بیفته رولت. این از اون فوتای کوزه‌گری درست کردن رولته. بعد از اینکه از فریزر درآوردید این سر و اون سر رولتتون رو برش بزنید. بعد روش رو خامه کشی کنید. به سلیقه خودتون دیزاینش کنید.
شاید مراحلش یکم زیاد به نظر بیاد، ولی خیلی راحته درست کردنش. واقعا دارم میگم اصلا سخت نیست، یکم دقت میخواد. من با توت فرنگی و خامه دیزاینش کردم، واقعا خوشمزه است بچه‌ها، یعنی فوق العاده است. حتما درست کنید و یکم حرفه‌ای بازی در بیارید. امروزم خیلی ساده و شیک شیرینی رولت درست کردیم. میدونم که ویدیو رو دوست داشتید، چون اگه دوست نداشتید تا آخر ویدیو همراهیم نمی کردید. ویدیو رو لایکش کنید، حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید، سابسکرایب کنید کانالم رو، چون میخوام ویدیوها رو متنوع تر کنم و کلی دوستتون دارم و ویدیو بعد همدیگر رو میبینیم. You're my heart, you're my soul.